ذات هستی، اجرا از پری عسکری و دکتر الله‌یار کنگرلو، برنامه از تلویزیون الوند. درود بر بینندگان و شنوندگان نازنین برنامه علمی ذات هستی، تندرست و توانا و شاد باشید. پری عسکری هستم. امروز 19 آپریل 2019 برابر است با 30 فروردین 1398 در ایران. پیدایش نهادهای لازم برای شکل‌گیری و تداوم دموکراسی عنوان قسمت 19 ذات هستی این هفته است و بار دیگر خوشحال و خوشوقتیم که در خدمت پروفسور الله‌یار کنگرلو، دانشمند و انسان فرزانه کشورمان هستیم تا بیشتر با دیدگاه‌های علمی ایشان آشنا بشویم و بهره بگیریم. در برنامه‌های گذشته پیدایش جهان هستی را اگر که فراموش نکرده باشی تا پیدایش دموکراسی پی گرفتیم. در این برنامه می‌خواهیم به چگونگی پیدایش نهادهایی که تشکیل و ادامه دموکراسی را ممکن می‌گردانند از جناب کنگرلو بپرسیم. درود بر شما جناب کنگرلوی عزیز، بامداد شما در آمریکا خوش. سپاسگزاریم از اینکه شما ساعت 6 بامداد به وقت آمریکا جلوی دوربین تلویزیون الوند می نشینید تا به پرسش های ما پاسخ دهید و ساعتی که بسیارانی در خواب خوش هستند و شما بیدارید تا از این پنجره در واقع علم و بیداری را به نوعی ترویج بدید. سپاسگزارم از شما و بسیار بسیار خوش آمد. درود بر شما سرکار خانم عسکری عزیز و درود بر مردم عزیز ایران. بعد از ظهر شما توی هلند بخیر و بعد از ظهر مردم ایران و روز روزگارشون خوش. و خیلی خوشحالم در خدمتتون هستیم و میتونیم باشون از صمیم قلب آنچه که یاد گرفتیم و باشون در میون بذاریم تا شاید کمکی بشه به رهایی ملت ما و برقراری دموکراسی در کشورمون. بسیار سپاسگزارم جناب کنگرلو. برای ما امروز در این برنامه مختصری درباره دموکراسی صحبت کنید تا به ابعاد بیشتری در باره این موضوع برنامه را پی بگیریم. بفرمایید. بله، در رابطه با نهادهایی که در دموکراسی لازمن برای اینکه دموکراسی بتونه درست کار بکنه، میتونیم بگیم که بر اساس اون 18 قسمت قبلی ذات هستی ما یاد گرفتیم که دموکراسی بر اساس دانش نوین از جهان هستی، بر اساس پتانسیل های نهان بشر و امکان ایجاد کردن و اهمیت تبدیل اون پتانسیل ها به مهارت درست شده و به همین خاطر خیلی مهمه که برای همه اعضای جامعه بتونه امکانات برابری رو برای توانمندیشون و اعتلاع اونا فراهم بکنه. خب لازمه این هم کم کردن شکاف بین مردم و حاکمینه. به طور کلی در طول تاریخ اگه ما شکاف بین حاکمین و مردم رو اندازه بگیریم، می‌بینیم که همینطوری که جامعه به جلو میره و دستاوردهای عظیمتری و بزرگتری رو جامعه به دست میاره، از قبیل علم، از قبیل آگاهی‌های فلسفی، از قبیل روابط تجاری، از قبیل اقتصادهای پیچیده، از قبیل تکنولوژی، این شکاف واقعا یک معیار بسیار خوبی برای اندازه‌گیری تاریخ و دموکراسی تونسته که این شکاف بین مردم و حاکمین رو کم بکنه و تاریخ ثابت کرده که در این راه باید افراد، برای اینکه شکاف کم بشه باید اعضای جامعه به درجه شهروندی انتخاب پیدا بکنن و حاکمین به درجه منتخبین تنزل پیدا بکنن. حاکمین از ادعا نکنن که از جانب خداوند یا از جانب یک سری نیروهای غیبی مأموریت یا رسالت حکومت کردن دارن که این حکومت کردن رو به مردم تحمیل بکنن، که خود این باعث واقعا یک تمایزی بین و یک فاصله بین حاکمین و ملت میشه. و همینطور که دیدیم دموکراسی تونسته این فاصله رو کم بکنه،
اعضای جامعه رو به درجه شهروندی ارتقا بده و حاکمین رو مجبورشون بکنه که منتخب مردم بشن، یعنی به درجه منتخبین تنزلشون بده. و این مدل بسیار خوبی بوده برای اینکه شکاف بین جامعه و حاکمین رو کم بکنه و کم شدن این شکاف به بهتر شدن جوامع و راحت‌تر شدن زندگی انسان‌ها کمک کرده. در طی 200 سالی که از عمر دموکراسی‌ها می‌گذره نشون داده شده که نهادهای لازمه که جامعه این نهادها رو درست بکنه و به رشد و نمو بهشون کمک بکنه تا اینکه بتونه به دموکراسی دست پیدا بکنه. ما یه مقداری به چند تا از این نهادها در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم، ولی من یه بار دیگه نهادها رو میشمرم که بعد اون بیاد که واقعا چه نهادهایی در درون یک دموکراسی هم به تشکیل دموکراسی و تأسیس دموکراسی کمک میکنن و هم به تداوم حیاتش. یکی از این عوامل احزاب و اپوزیسیون قویه، یه عامل دیگه‌اش جامعه مدنیه، یک عامل دیگه اخلاقیات علمیه، حقوق شهروندیه و ترویج فرهنگ تسامح و تساهل و تکثرگرایی و لیبرالیزمه. و دیگه عامل دیگه که خیلی مهمه و نهاد دیگه که خیلی مهمه حکومت قانونه و همینطور تقسیم قدرت در حکومت و استقلال قوا. اینا رو میشه گفت که به طور کلی نهادهایی هستن که ما از مطالعه و پژوهش در مورد دموکراسی در کشورهای مختلف و تاریخ و برقراری و تکوین و رشد دموکراسی تونستیم ببینیم که واقعا این نهادها هستن که در دموکراسی باید وجود داشته باشن تا جامعه از یک دموکراسی واقعی برخوردار بشه. جناب کنگلو، چگونه این نهادهای دموکراسی را موسون از استحاله باید کرد؟ بفرمایید. بله، برای که از این نهادها نگهداری بکنیم و واقعا اجازه ندیم که استحاله پیدا کنن، باید اول این نهادها رو خب بشناسیم. بذاریم مثلا خب درباره همه اینا که ما نمیخوام صحبت بکنیم، تعداد زیادی رو ما نام بردیم و تعداد زیادتری هم هستن، ولی ما به طور کلی به اون نهادهای عمده اشاره کردیم و چند تا از این نهادها رو میتونیم در این رابطه که چطور میتونیم کاری کنیم که این نهادها دموکراسی رو مسئول از استحاله بکنن بپردازیم. خب مثلا در مورد اون نهادی که گفتیم احزاب و اپوزیسیون، واقعا در دموکراسی لازمن تا سازمان‌ها و گروه‌های مختلف رو دور منافع مشترکی جمع بکنن. به طور کلی می‌دونین آحاد جدا از همدیگه قابلیت کار کردن اجتماعی کمتر دارن تا کسانی که دور منافع مشترک جمع میشن. یکی از وظایف احزاب و اپوزیسیون به طور کلی همین کاره که گروه‌های مختلف رو، افراد مختلف و سازمان‌های مختلف رو دور همدیگه حول منافع مشترکشون جمع بکنه. و یه وظیفه دیگه احزاب و اپوزیسیون اینه که از تضادهای بیمورد بین گروه‌هایی که دارای منافع مشترک هستن جلوگیری کنه و منافع مشترک رو در درون یه سیاست منسجم و برنامه مشخص پیاده کنه. یکی دیگه از وظایف احزاب اینه که رهبران سیاسی و کاندیداهای قانونگذاری تربیت بکنن در درون ساختار حزب و از این طریق به رای دهنده ها یک انتخاب مشخصی برای مقام مختلف دولتی ارائه بدن و زمانی که در انتخابات موفق شدن سازمان دولت رو حول برنامه حزبی مشخصی که قول دادن بسازن تا در انتهای کار پاسخگوی برنامه های اعلام شده باشه. وجود احزابی که بین قدرت سیاسی و اپوزیسیون در نوسانن و همواره میبینیم که در دموکراسی این اتفاق میفته، یک حزبی قدرت سیاسی رو به دست میگیره و یک حزب دیگه میره به اقلیت و اپوزیسیون و در تقابل مسالمت‌آمیز با هم دیگه به طور کلی کار جامعه رو به جلو میبرن. و بنابراین احزاب همواره همونطوری گفتم بین قدرت و اپوزیسیون در نوسانن و همواره برای قدرت یک بدیل واقعی، برنامه مشخص با حیطه‌های قانونی موجزی میتونن ایجاد بکنن و میبینیم که توی دموکراسی‌های موجود دنیا این کارو میکنن. شرکت اپوزیسیون در اداره مملکت نیز به جدی‌تر شدن برنامه حزب در رأس قدرت می‌انجامه. یعنی خیلی مهمه که اپوزیسیون در اداره مملکت حضور داشته باشه. مثلا در امریکا حزب جمهوری‌خواه وجود داره، حزب دموکرات وجود داره و این دوتا حزب تقریباً از قدرت مساوی برخوردارن، در این حال که همواره قدرت سیاسی یعنی ریاست جمهوری و مقام های دیگه دولتی بین این دو حزب در نوسانه. بعضی وقتا رئیس جمهور دموکراته، بعضی وقتا رئیس جمهور ریپابلیکنه، جمهوری خواهه. و
همواره کسانی که عضو این گروه ها عضو این احزاب هستن میدونن که حتی اگه در رأس قدرت باشن به زودی ممکنه قدرت رو از دست بدن. مثلا سخنگوی مجلس نمایندگان امریکا که اونم یک مقام بسیار مهمه، اونم همواره یک بین این دوتا حزب در نوسانه. الان نانسی پلوسی که یک دموکرات هست کنترل مجلس نمایندگان امریکا رو در دست داره و رئیس جمهور یک رئیس جمهور جمهوری خواهه. بنابراین ببینیم که واقعا در ستونها و پایه های اصلی حکومت، مثلا که اون سه تا بخش عمده که قسمت اجرایی و قسمت مقننه و قسمت قضایی و قوه قضایی، این سه قوه‌ای که به طور کلی مستقل از همدیگه در درون دموکراسی ها وجود دارن و با همدیگه کار میکنن و کمک همدیگه میکنن تا اینکه امور جامعه به جلو بره، کاملا و مستمرن در دست این دوتا احزاب و بین اپوزیسیون و اون حزبی که در قدرت در نوسانه. و همونطور که گفتم امکان انتقاد دائمی از برنامه های دولت برای اپوزیسیون و برنامه هایی که اونو واقع گرایانه تر میکنه و به آموزش شهروندان در رابطه با احزاب و منافع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگیشون میانجامه کمک میکنه. برابر این اینا نقش بسیار مهمیه که احزاب میتونن به توانمندسازی دموکراسی کمک بکنن و دموکراسی واقعا بدون رقابت احزاب پرقدرت غیر ممکنه. مثلا شما از اتفاقاتی که در درون ایران میفته میبینید که یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه اجازه نمیده که احزاب در ایران تشکیل بشن و به محض تشکیل شدن احزاب به قلع و قمع اونا و به واقعا ناتوانمندسازیشون و از بین بردنشون کمر میبنده. در این یعنی به موجب این اصل، به موجب این نهاد، به موجب تعریف این نهاد میبینیم که جمهوری اسلامی حائز صلاحیت برای اینکه یک دموکراسی نامیده بشه نیست و هیچ کدوم از شروطی که ما نام بردیم که مشخصا اون نهادهای دموکراتیک هستن رو جمهوری اسلامی نداره. در مقابلش مثلا کشورهای اروپایی، همون کشور هلندی که شما توش زندگی میکنین، میبینین که به چه سادگی قدرت دست به دست میشه و احزاب بسیار پرقدرتی هستن که از امکانات وسیع تبلیغاتی، امکانات وسیع اقتصادی برخوردارن. یکی دیگه از اون نهادهایی که ما نام بردیم جامعه مدنیه که نقش جامعه مدنی واقعا نقد قدرت از بیرون قدرته. نقش اپوزیسیون واقعا نقد قدرت از درون قدرته و نقش جامعه مدنی نقد قدرت از بیرون قدرته. برعکس همونطوری گفتم احزاب اپوزیسیون که همواره در کمین به قدرت سیاسی رسیدن هستن، جامعه مدنی نقش احزاب سیاسی رو بازی میکنه که هرگز به درون ساختار دولت راه پیدا نمیکنه. این به این خاطره که امکان ایجاد و افزایش تمرکز قدرت در ساختار دولت همواره خطریه در کمین دموکراسی ها و کسانی که وارد دایره قدرت میشن، به محض اینکه وارد دایره قدرت میشن میخوان که قدرت خودشون رو افزایش بدن، قدرت حاکمان در رأس قدرت رو افزایش بدن و این یک خطریه که همواره در کمین دموکراسی ها هست و نقش جامعه مدنی اینه که اجازه نده که کسانی که هم چه اپوزیسیون چه حزب در رأس قدرت به محض اینکه وارد شدن و اهرم های قدرت به دست گرفتن بتونن توان خودشونو و امکانات خودشونو و قدرت خودشونو افزایش بدن که افزایش اندازه و قدرت حکومت به واقعا به ناتوانمندسازی و ضعیف شدن جامعه و واقعا تضییق حق مردم جامعه منجر میشه. بنابراین جامعه مدنی آگاه به ساختار و مبانی قدرت میتونه از سوء استفاده از قدرت در بخش‌های مختلف دولت، قانونگذاری و دادگاه‌ها که سه تا بخش عمده حکومت‌های دموکراتیک هستن جلوگیری بکنه و از غلطیدن به فساد و راندخاری و بخشی که در بخش‌های مختلف دولت‌های غیر دموکراتیک می‌بینیم جلوگیری بکنه. مثال مشخص در این مورد رو می‌توان در عدم وجود جامعه مدنی قوی در ایران مثلا نام برد که پس از انقلاب 57 و نوشتن قانون اساسی و بعد از اون در بازنگری اون قانون اساسی یه اصولی رو وارد قانون اساسی کردن مثل ولایت فقیه و بعد تبدیلش کردن به ولایت مطلقه فقیه که واقعا هدف اون و کارکردش به تمرکز قدرت بیشتر در دست یک نفر منجر شده و بیشتر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رو غیر دموکراتیک کرده. بنابراین به استناد این دوتا عنصر ما میتونیم ببینیم که واقعا این نهادها به نقش بسیار مهمی دارن در مسئول کردن دموکراسی ها. یکی دیگه از عواملی که من نام بردم اخلاقیات علمیه که
مثلا شما در مورد اخلاقیات علمی میتونین این مثال رو از فیزیک من میتونم واقعا قرض بگیرم که و به شما بگم که مثلا شما در دنیای واقعی رنگ واقعی اجسام رو تنها در زیر نور سفید میتونین ببینید. اگه یک جسمی رو که یه رنگ خاصی داره در زیر هر نور دیگه ای به جز نور سفید بذارین، رنگ واقعی اون رو نمیتونین ببینین. یعنی به این منظورم از این مثال اینه که مثلا در درون جامعه هم فقط با وجود اخلاقیات علمی که فلسفه هیچ گروه و تفکری رو نمایندگی نمیکنه، در یه همچین جامعه ای سلیقه های مختلف بدون تبعیض میتونن به حیات خودشون رشد و نمو و زندگی مسالمت‌آمیز با هم دیگه و با تفکرات و سلیقه های فکری دیگه با هم دیگه ادامه بدن. به طور کلی علم به لحاظ بی‌طرف بودن نسبت به ایده خدا میتونه معتقدین به خداهای مختلف رو، یعنی مذاهب رو، به طور یکسان بهشون نگاه کنه و قانون رو درباره آنها به طور یکسان جاری و ساری بکنه. به علاوه ارائه بدیل انسان محور در مقابل روش زندگی مذهبی به انسان‌ها امکان شکوفایی استعدادهاشون رو به دور از تعصباتی که همواره به خفه شدن توانایی بالقوه بشر انجام میده میده. رواج اخلاقیات علمی به دریافت حقیقت عالی‌تر از جهان هستی و معنی زندگی هم کمک میکنه که این یه مقدار زیادی به شهروندان کمک میکنه که واقعا به دور از تعصبات و به دور از محدودیت‌های غیر ضروری در درون جامعه بتونن به اعتلاء خودشون و به لذت بردن از زندگی و در تشریک مسائل در جامعه شرکت بکنن و بتونن جامعه بهتری بسازن، همونطور که میبینیم که در جوامع دموکراتیک چقدر همه چیز بر واقعا به طور منظم پیش میره و جوامع بسیار پیشرفته تری هن از امکانات انسانی و مالی و زیرزمینی خودشون به بهترین وجه استفاده میکنن و این به طور کلی بهترین نوع حکومت در دنیا هست، حداقل در ظرف 200 سال گذشته ما میتونیم اینو بگیم. و این نهادها هستن که وجودشون و قدرت یافتنشون و تعلق مردم به اونها و درک مردم از این نهادها میتونه دموکراسی ها رو از استحاله مسئول کنه. بسیار عالی جناب کنگلو. با توجه به صحبت هایی که داشتید، آیا این نهادها در روند شکل‌گیری دموکراسی پدیدار میشن یا پس از برقراری آن باید ساخته شون؟ بله، دموکراسی به عنوان یک پدیده طبیعی و یا یه پدیده‌ای که ناشی از کنش و واکنش‌های طبیعی نیروهای درون جامعه، مشخصاً حاکمین و ملت، به وجود اومده، همواره تغییرات تدریجی رو تجربه می‌کنه. این درش هیچ شکی نیست. عواملی که ما در برنامه قبل در مورد پیدایش دموکراسی برشمردیم، مثلا از قبیل اکتشافات علمی، تولید پیشرفته با قابلیت عظیم تولید ثروت، تکنولوژی های انتشار سریع اطلاعات، خب اثر شگرفی در دگرگونی عوامل تشکیل دهنده جامعه داشتن و در آینده بیشتر هم خواهند داشت. همراه با بروز تغییرات ناشی از پیدایش این عوامل، نیازهای جدیدی مسلماً خودنمایی میکنن که انباشت این نیازها به تحولات غیر قابل تصور میانجامه. در این میان نقش مصلحین و پیشگامان فکری که ما در برنامه‌های گذشته خیلی روشون تاکید کردیم واقعا حائز اهمیته، به این خاطر که اون دسته از پیشگامان و مصلحین که با این تغییرات خودشون رو تطبیق ندن از گردونه اعتبار اجتماعی به بیرون پرتاب میشن و افراد و تفکرات جدیدی جایگزین اونا میشن. همینطوری که ما این روند رو واقعا در 40 سال 50 60 سال گذشته در ایران مشاهده کردیم و دیدیم که چطور کسانی که پیشگامان فکری جامعه ما بودن به خاطر اشتباهات عدیده‌ای که کردن، به خاطر عدم قابلیت انطباق خودشون با افکار نوین و تغییرات تکنولوژیک و علمی دنیا، واقعا اعتبار خودشون در بین مردم از دست دادن و افراد جدیدی دارن به رهبری فکری مردم یواش یواش میرسن و جامعه ما داره رهبران فکری جدیدی پیدا میکنه. پیشگامان جدیدی که با سلاح علم و فلسفه مدرن آگاه هستن و مجهز هستن، به دور از تعصبات پیشینیان خودشون جهانبینی های جدید رو تدوین و ترویج میکنن و به ارتقاء سطح آگاهی همگانی کمک میکنن. این روند رفت و برگشتی بین رهبران فکری و پیشگامان فکری جامعه و مردم، سطح مطالبات و توقعات شهروندان رو بالاتر میبره و
و برای اونا محرک و انرژی برای سازمان دهی نهادهای جدید برای رسیدن به اهداف و نوع زندگی که در جهان بینی جدید واقعا سزاوار انسان‌ها شمرده میشه فراهم میکنه. انباشت این انرژی ها به شکل گیری نهادهای جدید علارغم تلاش‌های مذبوحانه و گاهن خشن نیروهای در رأس قدرت و واپسگرا میانجامه. این نهادها مسئولیت‌های دموکراسی رو به پله بالاتری ارتقا میدن و این روش شکل گیری و فرگشت دموکراسی رو از روند پیدایش نهادهای جدید واقعا به ما نشون میده و این یک مسئله بسیار مهمه که ما در رابطه با این نحوه شکل گیری دموکراسی که آیا این نهادها اول باید تشکیل بشن بعدن جامعه دموکراتیک بشه یا اینی که به یک بر اثر یک عواملی اول دموکراسی تشکیل بشه بعدن این نهادها در درون دموکراسی جان بگیرن و نضج بگیرن و رشد بکنن، در این مقوله بحث واقعا خیلی مهمه و ما بهش به این شکل نگاه میکنیم، به همون شکل تکوینی و فرگشتی که به تمام پدیده‌های طبیعی دیگه نگاه کردیم. یک تعدادی از این عوامل قبل از برقراری دموکراسی توی ایران توی کشور به طور کلی برقرار میشن، یه عده‌شون هم بعد از نقش این نهادها در دموکراسی های کهنه و نو چیز و چگونه عمل میکنن. بفرمایید. توی یکی از برنامه ارسطو گفته بوده که شهروندان آزاد باید حقوق مساوی با همدیگه و با حاکمانشون در برابر قانون داشته باشن. اگر درباره نهاد جامعه مدنی یا سازمان‌های مثلا دفاع از حقوق شهروندی بخوایم صحبت بکنیم، توانمند کردن این نهادها به خود به پویایی همه جنبه‌های زندگی در دنیای مدرن می‌انجامه. در این رابطه حتی از دست دادن قدرت توسط جناح‌های مختلف دولت و حاکمیت واقعا به ظفرمندی جامعه منتج میشه و اگه استحاله دموکراسی رو همونطور که گفتم در جواب به پرسش قبلیون مترادف با تمرکز قدرت و حجیم شدن دولت تفسیر بکنیم، می‌بینیم که محدود کردن اندازه و قدرت حکومت به توانمندتر شدن شهروندان می‌انجامه. تنها خطر در این روند ناآگاهی شهروندان، یعنی اگر شهروندان آگاه نباشن حتی جامعه‌ای که حقوق اون شهروندان هم تضمین بکنه، شهروندان ناآگاه نمیتونن واقعا جامعه مدنی رو توانمند بکنن و قدرت دولت رو محدود بکنن. این یک جمله خیلی معروفی از اون که میگه که انقلاب ها رو به نتیجه برسونن و شهروندان از دستاوردهای انقلاب حفاظت میکنن. بنابراین توانمند کردن جماعتی ناآگاه به تخریب دستاوردهای جمعی یک ملت میانجامه. بنابراین این خیلی مهمه که در این حال که داره نهادهای دموکراتیک نضج میگیره و رشد میکنه، ما پیشگامان فکری جامعه به اشاعه و بست آگاهی در جامعه هم کمک بکنن که اگر نکنن در حقیقت با وجود اینکه نهادها در درون جامعه دموکراتیک وجود داره، به اون اهداف اصلی دموکراسی واقعی که محدود کردن نقش قدرت و تقسیم قدرت و پاسخگو بودن و شفاف سازی و تمام اون چیزی که در موردش صحبت کردیم نمی انجام. در این مقاله می توانیم به توانمندی مصنوعی مثلا گروه‌های جهادی و تروریست درون خاورمیانه و شمال آفریقا که در اثر واقعا یه سری روابط ضد تکاملی ضد فرگشتی به وجود اومده اشاره کنیم که در دو دهه گذشته بر ضد تکوین و گسترش دموکراسی عمل کردن. یعنی میشه در این حال که ما مسیر حرکت جهان رو به طرف دموکراسی بیشتر و کشورهای بیشتری از دموکراسی برخوردار بشن میبینیم، ولی یک هیکاپای یعنی یک توقف و یک برگشت کوتاه مدتی هم میتونه وجود داشته باشه، همونطوری که دیدیم که در خاورمیانه در ظرف 20 سال گذشته اتفاق افتاد. برعکس میتونیم نمونه های توانمندی جامعه مدنی رو در اروپای شرقی نگاه کنیم بهش. در همون زمان که مثلا خاورمیانه به طرف اسلام سیاسی چرخید، اروپای شرقی درست عکس این کار انجام داد و کمونیسم رو به دور انداخت و به طرف آزادی و دموکراسی قدم برداشت که به لحاظ مترقی تر بودن سیستم سوسیالیستی مستقر در کشورهای اروپا شرقی نسبت به حکومت‌های اسلامی هست که به طور طبیعی این جوامع کشورهای اروپا شرقی تونستن به توانمندی جامعه مدنی که در نهایت احزاب اپوزیسیون قوی رو درست کردن تو اون کشورها
بیانجامه و به روند گذار به دموکراسی از کمونیسم و دیکتاتوری کمک بکنه. این واقعا یک نمونه بسیار واضح و روشن هست از اینی که چطور نقش نهادها در دموکراسی ها چی هست و اعضای جامعه ملت باید واقعا از این به این مسائل آگاه باشن و ما باید این آموزش رو هم خودمون یاد بگیریم و هم اشاره بدیم که نوع بدونیم چه نوع دموکراسی میخوایم. مثلا مردم ایران در بهمن 57 واقعا نمیدونستن چی میخوان از اون حکومتی که میخواستن برقرار بکنن و حرفهای کسی رو باور کردن که واقعا نه با مردم صادق بود و نه درکی از دموکراسی داشت و نه قصدی برای برقراری دموکراسی داشت. اگه مردم ما مثلا درباره این مسائلی که داریم صحبت میکنیم، درباره نهادهای دموکراسی، درباره قابلیت‌های این نهادها، درباره ماهیت این نهادها و درباره لزوم شهروندان برای درک این نهادها به عنوان تضمین کننده دموکراسی و اینکه میتونه نقشه بازدارنده از استحاله دموکراسی بازی بکنه، اگر این آموزش رو در کشور ما انجام شده بود، واقعا حکومتی به اسم جمهوری اسلامی بعد از حکومت پهلوی ها در ایران برقرار نمی شد و انقلاب بهمن 57 واقعا نقش مخربی بازی کردن. نه تنها پیام روشنگری دریافت نکردن، به مردم ایران منتقل نکردن، بلکه آموزش های ساده در رابطه با دموکراسی و نهادهای دموکراسی هم انجام ندادن و واقعا در حقیقت همه پیشگامان فکری جامعه از قبیل علی شریعتی، از قبیل احمد فردی، از قبیل احسان نراقی، اینا بودن که واقعا به خاطر درک علیلشون از دموکراسی و نهادهای دموکراتیک و لیبرال دموکراسی و آزادی و عصر روشنگری و پیام روشنگری جاده صاف کنه به قدرت رسیدن دیکتاتورهای مانند آیت الله خمینی و برقراری یک سیستم غیر دموکراتیک به مثل جمهوری اسلامی شدن. مثلا این نهادهایی رو که میگیم و آموزش درباره این نهادها بسیار مهمه. مثلا دو تا نهاد حقوقی و خیرخانه شما هم در هلند میبینید هم در امریکا وجود داره که در طی 2000 پیش واقعا وجود داشتن تو این جوامع و این جوامع مردمشون آگاهی دارن نسبت به مسائلی که این دو نهاد رو، یعنی فرهنگ کمک کردن به هم نوع، البته بیشتر این فرهنگ در دوران ما قبل از دموکراسی از طریق کلیساها و از طریق مراجع مذهبی انجام می شده، ولی به هر صورت این فرهنگ خیرخواهی و فیلانتروپی و کمک به هم نوع و تشکیل نهادهای خیرخواه که در جامعه وجود داشته و واقعا کارهای بزرگی هم کردن در جوامع غرب جوامع دموکراتیک یه تاریخچه بسیار طولانی داره و بعد از برقراری دموکراسی این نهادها قوی تر شدن و توانمندتر شدن، در حالی که نهاد اتحادیه‌های خصوصی و سامانه‌های ابراز عقیده آزاد مثلا همونطوری گفتم در دو قرن پیش بیشتر شکوفا شدن. بنابراین یه سری نهادهایی بودن که در قبل از برقراری دموکراسی به خاطر فرهنگ، به خاطر مذهب، به خاطر شرایط تاریخی و جغرافیایی جوامع درشون وجود داشتن که به برقراری دموکراسی کمک کردن و بعد دموکراسی به نوبه خودش به توانمند شدن و تشکیل نهادهای جدید کمک کرد. مثلا نهاد حقوق بشر، تعهد به منافع جمع و تحمل مخالف، اینا پدیده‌های بسیار مدرنی هستن که در خلال یک تاریخ طولانی تکوین پیدا کردن ولی به تازگی به بار نشستن و قدرتمند شدن و واقعا ما داریم استفاده‌ای که به جامعه خودشون میرسونن رو داریم میبینیم. جناب کنگلو، شما اشاره کردید به چپ‌هایی که در اروپای شرقی زندگی میکردن، از کمونیسم روی برگرداندن و به طرف آزادی به اصطلاح نگاه کردن و حرکت کردن. با توجه به اینکه جمهوری شوروی فرو ریخت، بزرگترین و هر حال بخشی بود که این ایدئولوژی را رهبری میکرد و بعد اروپای شرقی، چرا هنوز بخشی از مردم ما در ایران که این تفکر دارن نمیخواد این باور کنن و چرا به نوعی در کنار حکومت جمهوری اسلامی ایستادن؟ به نظر شما چرا؟ به طور کلی همونطور که گفتم در ظرف 100 سال گذشته پیشگامان فکری جامعه همون نقش مثبتی رو که مثلا در غرب داشتن
متفکرینی مثل مونتسکیو، مثل ژان ژاک روسو، مثل تمام که کانت، اینا که گفتیم دربارشون به تفصیل صحبت کردیم در برنامه گذشته، اینا از تحولات علمی اروپای قرن 15 و 16 هم اون درسی رو که باید بگیرن گرفتن. یعنی اینی که به محض اینکه دیدن که علم در ناتوانمندی کلیسا و مذهب کمر همت بسته و دستاوردهای شگفتی داشته و دستاوردهای علمی بسیار معنیدارتر و بسیار معقولتر و بسیار باخردتر از اون ادعاهای کلیسا و مذهبه، این واقعا مبنای روشنگری در اروپا بود دیگه. پیشگامان فکری و فلسفی جامعه هم این درس رو از پیشرفت‌های علمی گرفتن و همون پیشرفت‌ها رو بازتاب دادن در دنیای فلسفه و به آموزش مردم پرداختن به وسیله نوشتن کتاب‌های بسیار مهمی که ما دربارش صحبت کردیم. و واقعا این کار پیشگامان فکری در درک پیام روشنگری بود که واقعا زمینه ساز برقراری دموکراسی ها در اروپا و در امریکا و در بقیه جاهای دنیا شد. به طور کلی پیشگامان فکری ما به طور کلی به پیشگامان فکری، به اون یعنی کلمه مترادف با پیشگامان فکری، نیروی چپ ما به طور کلی در ظرف 70 سال گذشته خودشو، یعنی جایگاه پیشگامان فکری رو اشغال کرده و هیچ مسیری هم برای تنفس، هیچ روزنه‌ای برای تنفس برای نیروهای دیگه باقی نذاشته. و اون درکی که از جهان داره به طور کلی چپ، به طور کلی چپ سوسیالیستی، چپ کمونیستی، چپ جنگ سردی، چپ جهان قدیم، که هنوزم که هنوزه واقعا بر اهرم‌های قدرت در درون اپوزیسیون ایران واقعا دست دارن و رها نمی‌کنن مسیر آزادی مردم رو، مسیر دموکراسی خواهی مردم رو، مسیر دموکراسی برقرار کردن دموکراسی در ایران رو. این تفکرات به خاطر اینی که ریشه‌ای در واقعیت‌های اون اتفاقاتی که در ظرف حداقل 200 سال گذشته و به طور کلی در ظرف 2000 سال گذشته اتفاق افتاده نداره، اینا یک درک محدودی، یک پنجره روزنه بسیار کوچکی به واقعیت دارن و حاضرم نیستن که واقعا نه اینی که دیدگاه خودشونو بس بدن که حقایقو ببینن، اشتباهات وحشتناکی که به برقراری جمهوری اسلامی خط شد رو بپذیرن و اجازه بدن که نیروهای مدرن‌تر، پیشگامان فکری جدیدتر، نسل جدیدی از رهبران فکری واقعا این کار به سرمنزل مقصود رسیدن جنبش دموکراسی خواهیان مردم ایران رو انجام بدن. سپاس از توضیح شما. به اتفاق شما و بینندگان نازنین، برویم و قطعه موزیکی از بردیای عزیز، بردیای کنگلو بشنویم و بازگردیم و پای سخنان شما جناب کنگلو بشیم. گوش می‌کنیم.
بسیار عالی، سپاس از فردیای کنگلوی عزیز. جناب کنگلو، پرسش بعدی من از شما این است: آیا وجود این نهادها به دگرگونی انسانهای دموکراسی طلب می انجامد یا نه؟ بفرمایید. برای کسانی که در دموکراسی ها زندگی کردن، این یه تجربه روزمره است که در برخورد با انسانهای دیگه در طی زندگی روزمره شون میبینن که یک فرهنگ تسامح و تساهل و احترام به هم نوع وجود داره در فرهنگ کشورهای دموکراتیک. حقوق بشر به عنوان اصل مهم و پایه‌ای دموکراسی ها به تغییر و در رفتار و جهانبینی انسانها واقعا نائل شده و تبدیل شده. از طرفی محدود شدن نقش دولت در اثر رشد جامعه مدنی تبدیل به راندمان بالا در دولت میشه، یعنی دولت‌هایی که در کشورهای دموکراتیک وجود دارن به خاطر اینکه نقششون محدوده، به خاطر اینکه جامعه اجازه نمیده که دولت از یک اندازه، یعنی بودجه‌ای به دولت نمیده، امکاناتی رو واسه دولت فراهم نمی‌کنه که رشد بی‌رویه داشته باشن، بنابراین دولت‌ها مجبورن با اون منابعی که اون نهادهای دموکراتیک، نهادهای دولتی در یک دموکراسی در اختیارشون میذاره، اون وظایفی رو دارن انجام بدن و به همین خاطر باعث میشه که با کمترین دیوان سالاری بیشترین نفع شامل حال جامعه بشه. حتی دیوان سالاری های جامعه دموکراتیک با مراجعین رفتاری که میکنن خیلی واضح و مشخص تفاوتش با رفتاری که دیوان سالارها در کشورهای غیر دموکراتیک انجام میدن. در کشورهای دموکراتیک شما اگر به یک اداره برید یه کاری بخواید انجام بدید، میبینید که با شما با احترام و با صداقت برای شما کار شما رو در اسرع وقت انجام میدن و به هیچ وجه مثلا فرهنگی مثل فرهنگ رشوه دادن رو شما در غرب نمیبینید. هیچ دیوان سالاری، هیچ کارمند دولتی جرئت نمیکنه که رشوه دریافت بکنه به خاطر کاری که انجام دادن، برعکس حکومت‌های غیر دموکراتیک به خاطر مسئولیتی که قدرت داره، به خاطر قدرتمندان دارن و دولت مردان دارن و به خاطر تمرکز نهادهای دولتی که مردم بتونن به اونا تظلم بکنن و از اونا دادخواهی بکنن، این فرهنگ واقعا در درون افراد اون جوامع دموکراتیک هم نهادینه شده. یعنی لزوم اطاعت حکومتگران از قانون و محدودیت اونا به قوانینی که وسیله یک بخش مستقل، یعنی قوه قضاییه مستقل وضع میشه، به شهروندانشون یه خیال آسوده‌ای میده که همه در مقابل قانون یکسانن و حتی پرقدرت‌ترین افراد در درون حکومت رو میشه به محاکمه کشید و میشه پاسخگوشون کرد. مثلا شما الان دارین میبینین که در کشور امریکا رئیس جمهور امریکا در 2 سال اول ریاست جمهوریش همواره در حال واقعا تحقیق کردن در موردش هست و یک کمیسیونی تشکیل شده که این کمیسیون در مورد بعضی ادعاهایی که در رابطه با رئیس جمهور آمریکا ادعا شده، این در مورد ادعاها داره تحقیق میکنه و به هیچ وجه هم رئیس جمهور نمیتونه، با وجودی که بالاترین مرجع دولتی هست، نمیتونه در کار این کمیته تحقیق حقیقت یابی دخالت بکنه و مجبوره که صبر بکنه تا ببینه که نتیجه کاوش های این حکومت، این کمیته حقیقت یاب چیه و در نهایت هم مجبور تن در بده به اون حکم نهایی اینا. این امر در درون انسان های دوی جامعه واقعا و در تشکیل و رشد کرامت انسانی خیلی مؤثر. بسیار عالی جناب کنگلو، پرسش پایانی من از شما اینه که آیا دموکراسی ها بر اساس نوع این نهادها تقسیم بندی می شود؟ در رابطه با تشه اینی که آیا دموکراسی ها بر نوع نهادهاشون میتونن تقسیم بندی بشن و آیا تفاوتی بین دموکراسی ها به لحاظ تفاوت بین نهادهاشون وجود داره یا نه، میشه گفت که تفاوت دموکراسی ها بعضا ناشی از تفاوت نهادهای سازنده اون دموکراسی هاست. با وجود تفاوتاتی که دموکرات دارن، یه تفاوتهایی رو هم دارن که این تفاوتها ناشی از تفاوتهای بین کشورهاست، یعنی تفاوت فرهنگی، تفاوت اقلیمی، تفاوت جغرافیایی و تاریخی و این عوامل مؤثرن در سازه نهادهای دموکراسی ها و بنابراین یک تفاوتهایی بین نهادهای مختلف ما میتونیم مشاهده کنیم. مثلا در ایالات متحده کشور دارای یک جامعه مدنی قویه
که در جامعه مدنی آمریکا به لحاظ واقعا فرهنگ جامعه حکومت و جامعه ازش حفاظت میکنه، مذهب هم تونسته از این امکان برخوردار بشه که جامعه از این نهادهای خودش رو در جامعه مدنی بسازه. یکی از دستاوردهای دموکراسی استقلال کلیساها در آزادی نشر عقایدشونه. با وجود اینکه کردن سیاست مذهب بزرگترین دستاورد دموکراسیه، ولی در این حال مذاهب این استقلال رو دارن که به نشر عقاید خودشون و به موعظه مؤمنان بپردازن و همین واقعا تکوین دموکراسی و شکل دموکراسی رو در کشورهایی که از واقعا مذهب بسیار قوی برخوردارن تحت تاثیر گذاشته و در سیاست‌های کلان جامعه هم متبلور شده، یعنی نقش مذهب در جامعه مدنی. در اروپا این نقش آنچنان عمده نیست و از همین رو مثلا جناح چپ حاکمیت در اروپا به خاطر ضعف مذهب در اروپا از توان بیشتری برخوردار. در کشورهایی با فرهنگ‌ها و همطوری که گفتیم در گذشته هم و مذهب‌های مختلف مثلا مذهب اسلام، مثلا یهودیت، مثلا کشورهایی که مذهبشون بوداییه و کشورهای هندو که مذهبشون هندویست هست، نهادهای دموکراسی به تناسب سازگاری اون فرهنگ و مذهب با ماهیت این نهادها و رشد این نهادها میتونه به توانمندسازی دموکراسی کمر بگماره. مشروعیت اخلاقی دموکراسی واقعا به وسیله محدود کردن نقش اخلاقیات سنتی و مذهبی امکان پذیره و از همین منظر این نهاد، یعنی اخلاقیات علمی و سکولار که یکی از ارکان دموکراسیه و نهاد بسیار مؤثری در تأسیس و بست دموکراسی، میشه گفت که دموکراسی‌ها در کشورهای مختلف واقعا به این دلیل طعم و فرهنگ و تاریخ اون کشورها رو میگیرن و این زمینه تفاوت بین دموکراسی‌هاست. حداقل من میتونم بگم تفاوت ظاهریه بین دموکراسی. مسلما ما هم در ایران در نهایت یه نوع دموکراسی رو که مردم ما برقرار خواهند کرد، اون دموکراسی ناگزیر رنگ و بوی ایرانی به خود خواهد گرفت و یه تفاوتی با دموکراسی دیگه خواهد داشت، ولی نه تفاوت‌های ماهوی و عمده، ولی در ظاهر. مثلا شما اگر ژاپن رفته باشین می‌بینین که مثلا دموکراسی در ژاپن متأثر از فرهنگ سامورایی هست و فرهنگ ژاپنی هست و در اروپا به همین شکل در کشورهای مختلف اروپا تفاوت‌های عمده جزئی می‌بینین، نه بسیار عمده. به همین منوال می‌تونیم با استفاده از وجوه ممیزه فرهنگ و تاریخ و مذهب کشورمون در ایران، ما هم به ساختن نهادهای دموکراتیکی کمر بگماریم که هم از همه اونا یاری بگیریم، یاری بطلبیم و به تأسیس و بست دموکراسی بتونن کمک بکنن. شرایط تاریخی مثلا در رابطه با ایران که داریم صحبت میکنیم، یه شرایط تاریخی مثل وجود مثلا 10% جمعیت کشور ما خارج از کشور و امکانات و فرهنگی که این جمعیت خارج از کشور دارن به لحاظ زندگی کردن مثلا 40 ساله در درون دموکراسی ها، عمدتاً در دموکراسی ایرانیانی که به خارج از کشور اومدن بعد از انقلاب، هیچ کدومشون به کشورهای غیر دموکراتیک نرفتن یا حداقل کسانی که به کشورهای غیر دموکراتیک رفتن تعدادشون بسیار کمه، ولی بیشتر یک اکثریت عظیمی از ایرانیانی که از کشور خارج شدن، اینا به کشورهای دموکراتیک رفتن و به هم زندگی کردن در این کشورهای دموکراتیک به اینا فرهنگ دموکراسی رو واقعا تدریس کرده و اینا یاد گرفتن و قسمتی از وجودشون و طرز تفکرشون و جهانبینیشون شده و امکانات مالی و فکری و آموزشی این عده از ایرانیان یکی از وجوه مشخصه این مقطع از تاریخ کشور ما که ما میتونیم با توجه و به کارگیری اون امکانات موعد فرارسیدن دموکراسی به ایران رو تسریع ببخشیم و این یک به نظر من یه مسئله بسیار مهمه در رابطه با برقراری دموکراسی در ایران که همه پیشگامان فکری باید اینو هم به این تفاوت دموکراسی ها در رابطه با این پرسش آخرتون توجه بکنن و ببینن که واقعا چه تفاوتی دموکراسی نوع ایرانی میتونه با دموکراسی های دیگه داشته باشه و از اون تفاوتی که اجتناب ناپذیره به خاطر تفاوت کشور ما با کشورهای دیگه بتونن به تسریع رسیدن دموکراسی در ایران کمک بکنن و یکی از اون راه‌ها واقعا انسجام و سازماندهی ایرانیان خارج از کشور، به خاطر اینکه کسانی هستن که خودشون همونطوری که گفتم دموکراسی رو یاد گرفتن، دموکراسی رو تجربه کردن، دموکراسی رو زندگی کردن در ظرف این 40 سال
و تشکل این ایرانیان خارج از کشور، این 8 میلیون ایرانی خارج از کشور، میتونه یک نقش بسیار مهمی بازی بکنه در تصفیه اپوزیسیون و در بهتر کردن اپوزیسیون و در انسجام بیشتر اپوزیسیون. و یکی از اون دلایلی که واقعا اپوزیسیون آزادی خواه و دموکراسی خواه ایران نتونسته واقعا آنچنانی که باید یک ائتلاف همه گیر و فراگیر در خارج از کشور حداقل تشکیل بده و بعد بر اساس دستاوردهای اون ائتلاف، اون اپوزیسیون خارج از کشور دعوت بکنه از نیروهای درون کشور که به ما بپیوندن، دقیقاً به خاطر عدم درک همین مسئله از تفاوت نهادها، درک نهادها، شناخت نهادهای دموکراسی و وجوه ممیزی که جوامع مختلف میتونن داشته باشن و استفاده از اون وجوه ممیزه برای برای تصفیه اپوزیسیون، تشکیل اپوزیسیون و توانمندی اپوزیسیون. این کاریه که من فکر میکنم داریم میبینیم یواش یواش داره انجام میشه و من معتقدم که ما به هر صورت در آینده بسیار نزدیک از یک اپوزیسیون توانمند بتونیم در ایران برخوردار باشیم، هم در خارج از کشور و هم در داخل کشور، و نیروهای اپوزیسیون نما رو واقعا از درون این جنبش و از درون این حرکت واقعا حذف بکنیم و بتونیم واقعا دموکراسی واقعی، نه اون نوع دموکراسی هایی که واقعا در ظرف 40 سال گذشته یک ادعی داشتن نداشو میدادن و ادعاشو میکردن، در ایران برقرار بکنیم. دموکراسی که از تمام این نهادهایی که ما در این بحث صحبت کردیم برخوردار باشه، هر کدوم از این نهادها بتونن تو ایران تشکیل بشن، این نهادها رشد پیدا بکنن و از طرف دولت و از طرف حاکمیت به رسمیت شناخته بشن و توانمند بشن. دولت در مقابل نهادهای دموکراتیک نیسته. هیچ کدوم از این نهادهای دموکراتیک در حال حاضر در جمهوری اسلامی وجود نداره و هر بار که مردم واقعا خطر به جان میپذیرن و برای یک کدوم از این نهادها قدم به پیش میذارن، دولت به حساب بلافاصله به قلقم اون نهادها کمر میگماره و به این ترتیب واقعا نطفه دموکراسی رو در نطفه خفه میکنه. بنابراین ما وظیفمون اینه که اهمیت این نهادها رو، ماهیت این نهادها رو به مردم ارائه بدیم و در راه ساختن این نهادها که در نهایت بتونه یک دموکراسی واقعی رو در ایران برقرار بکنه با همدیگه تشریک مساعی بکنیم. سپاس از شما جناب کنگلور. راجع به هر واژه‌ای که شما و جمله‌ای که میگید میشه واقعا ساعت‌ها بحث کرد، مخصوصا در مورد دموکراسی و وضعیت ایران و اپوزیسیون خارج و داخل ایران، منتها وقت کمه و امیدوارم به این گونه پرسش هایی که حتما برای شما میفرستن در برنامه های دیگری که شما در رسانه های دیگر دارید پاسخگو باشید، چرا که بیشتر این برنامه رو ما اختصاص دادیم به ذات هستی و یک برنامه علمی. من خیلی سوال برام پیش میاد ولی خودداری میکنم که در واقع برنامه روند اصلی خودش پیش ببره. سپاسگزارم از حضورتان و روز و شب خوبی بر شما آرزو میکنم. موفق باشید که هستید و تا برنامه دیگر. سپاس از شما و زحماتتون. منم به شما و به بینندگان شما بدرود میگم.